همراه هستیم با غزل صدر، پژوهشگر اجتماعی از اتریش. خانم صدر خوش آمدید. اساساً چنین مصوبات و لوایحی چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟ سلام به شما و همه مردم ایران. قتل دختر جوانی که نزدیک به یه سال پیش با یه پوشش کاملا متعارف بسیار ساده‌تر از دختر قاسم سلیمانی در برنامه صدا و سیما تو مترو تهران به هیچ جرمی دستگیر شد و کشته شد، قتل ژینا امینی که خبرش رو اتفاقا روزنامه‌نگارانی منتشر کردن که امروز به جرم عمل به وظیفه حرفه‌ای به روزنامه‌نگاری در اسارتن، مردان و زنان ایرانی رو نسبت به حقوق زنان خیلی آگاه تر کرد. تو گفتگوهای روزمره اگر دقت کنید حتی ادبیاتی که برای گفتن از زنان به کار میره خیلی تفاوت کرده. از سوی دیگه قیام ژینا به شکل فردی تر، به شکل اعتراض به کنترل همه جانبه افکار و اعمال شهروندان ادامه داره و از سوی حکومت هم سرکوب و نقض حکومت حقوق انسانی ادامه داره. ارتجاع مذهبی جمهوری اسلامی، آزار و کشتن بهایی، شیعه، مسیحی، یهودی، کرد، فارس و بلوش رو تبدیل به امر روزمره کرده. نقطه تمرکزش هم تو تمام این سالها زنان بودن. اما در مسئله زنان اصولاً هیچ مرزی براش معنی نداره. در تربیت جاسوس برای زنان هم کم موفق نبوده. جاسوس هایی که در محل کار و در بین همکاران و همسایگان برای گزارش بی‌عفتی، بدحجابی، بدپوشیشی همونطوری که شما گفتید مفاهیمی که اساساً بار قانونی ندارن و بسته به سلیقه حکومت میتونن گسترش معنایی داشته باشن. دختر جوانی که درس خونده الان میخواد بره کار باید از در واقع امتحان حراست رد بشه. یه امر رایجی در آموزش و پرورش که من خودم تجربهش کردم هست که همکاران قدیمی تر و همکاران جوانتر میگن حالا فردا که امتحان حراست داری مثلا تا حد امکان پوشش اسلامی رو رعایت کن که با شونات سازگار باشه و قبول که شدی خب دیگه تمام قضیه. در واقع این اتفاقی که میفته اینه که زنان شهروند مجبور میشن بین اینکه دروغ بگن و اینکه خودشون باشن انتخاب بکنن و خب طبیعیه برای زندگی احتیاج به کار کردن دارن، در نتیجه مجبور میشن کسی غیر از اون چیزی باشن که خودشون هستن. در امتحان حراست مثلا پرسیده میشه نماز عید فطر چند رکعته و بعد نگاه میکنم ببینم شونات اسلامی مغایرت داره یا نداره و تو مجبور میشی برای اینکه به ادامه زندگیت برسی، بتونی زندگی بکنی در اون جامعه، مجبور میشی که انتخاب کنی به اینکه بخوای دروغ بگی. گسترش دورویی و در واقع ریاکاری و نبودن اون چیزی که خودت در درون خودت هستی. خانم صد، سوالی که پیش میاد این هست که آیا مصوباتی نظیر این موضوعات جدیدی در ادبیات جمهوری اسلامی هستن یا نه سابقه داشته پیشتر هم؟ فکر کنم از روز اول تأسیسش وجود داشته. حالا در واقع به جای اینکه در واقع اتفاقات فاجعه بار اخیر که برای جوانان به خصوص و بعد دختران و پسران جوان قتل و کشتار اینها به جای اینکه سبب بشه که اینا دست جمعی متوجه بشن که دارن مرتکب یک فاجعه انسانی میشن، بدتر به وقاحتشون اضافه کرده. خب اتفاقی که افتاده اینجا اینه که حتی اصلاح طلبان هم الان دارن در واقع اعتراض میکنن به این موضوع، هرچند که در ادبیاتشون از چیزی به نام نوامیس استفاده میکنن. اصلا کل دعوا سر اینه که زنان ناموس کسی نیستن، زنان خودشون موجودیت های کاملی هستن و میتونن برای خودشون و پوشش خودشون تصمیم بگیرن. نیاز به قیم، قانون گذار یا کسی که بخواد از فیلتر ردشون کنه اصلا ندارن. نه موضوع جدیدی نیست، فقط آگاهی مردم نسبت به اون زمان متوجه تفاوت کرده، فقط مردم الان پشت هم دیگه هستن.